ما شما فعلا یوزر نیم و پسورد خود را چنج کردیم، یعنی ادمنستریتور مطابق پی سی اش ساختیمش، پسوردش هم تغییر دادیم. شرط اول. شرط دوم، در کامپیوتر نیم همچنان در گروپ نیم ما یک چیز است با پی سی اش. شرط سوم، آی پی آدرس ما مطابق سیستم پی سی اش است از کلاس سی. و همچنان نمبر 4 در فولدر آپشن در قسمت ویو آپشن شیرینگ هم در تمام استمای و گروپ ما انچک است. اینال پس سیستم پی سی وان می خواهد پالیسی اساین کنه بالای پی سی اشت. در این صورت می آید در قسمت ران و بعد از آن نشته می کنه MMC. این بعد از آن 4 شرط هسته که بالای تمام استمای در قسمت MMC اوکی. بعد از این میایم در قسمت فایل اد ریموو سناپن. بعد از این اینجا برش میگیم اد، اینجا میگیم گروپ پالیسی آبجکت ادیتور، ادش میکنیم. اینجا براتون چی میگه گروپ پالیسی آبجکت؟ میایم در قسمت براوز، میگه دیس کامپیوتر، یعنی بالایی کامپیوتر میخواییم، میگم نو انادر کامپیوتر. براوز میکنیم و بعد از این ادوانس فاین ناو. ایجا همچنان هر چقدر کامپیوتری که اور گروه باشه از یک تا 1000 کامپیوتر در لیست براتان قرار میگیره، چون فعلا در امی سیستم شبکی که ما قرار داریم مطابق شرطی ما کی هسته تنو پی سی هشت. اگر مطابق شرطی تا نباشه ایجا قرار نمیگیره. ما فعلا در کدام پی سی هستیم؟ داخل پی سی یک. پراپرتیز میاین کامپیوتر نیم در پی سی یک هستیم، بالای که میخوای تطبیق کنه پی سی هشت. پی سی هشت میگه اوکی، بعدا اوکی اوکی فینش، بعدا کلوز. اینجا پی سی هشت اد شد، ایران برش میگیم اوکی. شرط موفقیتی که دینمیج آمد چی بود؟ اگر در اینجا براتون مسیج میده متعقن آمازی که شرطیت یوزرنیم، پاسورد، آی پی آدرس، ورگروپ نیم، کل سیستما ست هست برات آپشن داد، در او صورت در یکی از سیستمای تغییرات آوردی ریستارتش نکردی. اینجا این موضوعی کانفلکشن بود که ما با پیشتر دو سیستما ریستارت کردیم. هر تغییر اگر پاسورد چند میکنین، یوزرنیم چند میکنین، آپشن انچک میکنین، در او صورت در دو سیستم باید از ریستارت شد. اینال پس ما در داخل گروپ پالیسی کی شدیم؟ از پی سی یک داخل گروپ پالیسی پی سی هشت. میان در قسمت یوزر نیم ادمنستریتیف تمپلیتز بعد از این در قسمت استارت مینو ان تاسکبار. ما قبلا گروپ پالیسی را خوانده بودیم در لوکال و در مود زمان گفته بودیم که ما بعدا این موضوع را بیشتر بالای کامپیوترهای نتورک و همچنان قبلا یک موضوع دیگه بود که اگر عمل در لوکال انجام میدادید هم سر ادمنستریتور انجام میشد و هم سر لیمیتد. حال هدف ما ایست که سر سیستم ما هیچ انجام نمیشه، ما عمل مستقیم داخل پی سی هشت انجام میدیم. فعلا پیش از اینکه عمل انجام بدیم میریم داخل پی سی هشت، اما پالیسی که میخواییم در اونجا اساین کنیم آیا ببینیم که اساین میشه یا نمیشه. پی سی هشت یوزر نیمش ادمنستریتور A123ABC/ و پسوردش مطابق سیستم ما. خب فعلا در پی سی هشت میاییم میبینیم که جا آل پروگرام هست. آل پروگرام هست و همچنان در داخل پی سی هشت هستیم. فعلا پراپرتیز کامپیوتر نیم داخل پی سی هشت. بعد از اینکه پالیسی اساین کنم باید از اما پالیسی که میگم آل پروگرام نباشه، در این صورت میاییم در قسمت فعلا در داخل پی سی هشت در گروپ پالیسی شستیم. در استارت مینو ان تاسکبار میاییم میگم آل پروگرام پراپرتیز انیبل، یعنی فعال بساز ریموو تا ای که دوجه غیر فعال شود. بعد هم درش میگیم اپلای اوکی.
خب بعد از این دایل مین سیوش میکنین، میگیم در حساب با نام PCH تا ای که ما بفهمیم که این پالیسی هر یکیشه به نام سیستم ثبت میکنیم که با مشکل مواجه نشیم. مهم نیست هر نامی که بتیم. بعد از ایره کلوز اینال پس در PCH میاین، ایره یک لگاف میکنیم، پس لاغن کنیم، باید هست آل پروگرام در اوجه نباشه. فعلا ما در مای کامپیوتر پراپرتیز کامپیوتر نیم، در PC1 هستیم. آیا ببینیم که آل پروگرام در PC1 هست یا نیست؟ اصلا در PC1 کدام ارتباط نداره. در این صورت میریم داخل PC8 ببینیم این پالیسی که اساین شده آیا هست یا اما آل پروگرام ریموف شده. در این صورت داخل سیستم PC8 میاییم ادمنستریتور خب فعلا در پراپرتیز میاییم که یعنی در PC8 قرار داریم ریموتلی، در ستارت میاییم آل پروگرام در اینجا نیست و دوباره اگر بخواییم ما اجازه باتیم صرف یکی اجازه میتا PC1 کم PC1 خود کنترولر قرار داد، اونجا مایه نیست. در بین ورگروپ ها یکیش کنترولر قرار بتی میتونی کل گیره مطابق شرایط اما شرط خاص خود میسازی، بعد از او بالایش پالیسی اساین میکنی. اینال پس بخواییم اجازه بتیم میاییم ریج بالای PCH دبل کلک داخل پالیسی میشه. بعد از این فعلا ما در کدام گروه پالیسی هستیم؟ داخل PCH ستارت مینو میاییم و دوباره میگیم آل پروگرامش اجازه بتیم، یعنی نیمی صفحه که آمده از PCH هستم. پراپرتیز نات کنفیگرد اپلای اوکی. بعد از این پس سیو میکنیم. اینال سیستم PCH یک لگاف دوباره لاغن میشیم، باید هست نباشه. و گپ دیگه ای است، گپ دیگه ای است که باید از تا فعلا که هنوز ما مطابقیش نخواندیم هر ورگروپ مطابق از شرطه بالا یک دیگر پالیسی اساین میکنن. ما که بالای PC8 اساین کردم در این زمان میتونه بالای ما اون زمان شیوه از اون طریق بره PC1 انتخاب کنه پالیسی اساین کنه. یعنی اگر ده سیستم هم باشه فعلا هر یکیش میتونه بالا یک دیگر پالیسی اساین کنه تا درس بعدی که بازماش تو ایده جلوگیری کنیم تا ای که اونا را با مکمل صلاحیت شه بگیریم ولی هر کسی که باشه. اما تا درس امروزی وقت که شرطه قرار گرفت دیگه او وقت معنی نیست که کی کنترولر هست، او وقت هر کس کنترولر شده میتونه اگر بخواین. از امون شوه ام ام سی که رفتیم هر سیستم میتونه که یکی بالای دیگر پالیسی اساین کنه، چون از این کلش ورگروپ هست یک شرطه داره در رمو ادمنستریتور پاسورد کلش قرار داره. در این صورت ای که دگام واضح شوه ادامه شد در درس فردا مورد بس قرار میتیم که اونموی که مثلا پالیسی سر را کس اساین میکنه او را از پیشش بگیریم و در ضمن فعلا داخل PC8 میشیم ببینیم که آیا آل پروگرام پس آمد یا فعلا در PC8 میاییم و بعد از این پس آل پروگرام همچنان قرار گرفت. در ضمن تا فعلا یعنی منظور از درس امروزیش تا فعلا هم خودش بالای دیگه کس پالیسی اساین کرده میتونه و همی آل پروگرام هم دوباره میتونه از بالای خود فعال بسازه. سبا انشاءالله اینمی اجازه را ماز پیشش از سیستم های ورگروپ میگیریم تا ای که نه سر خود دوباره پالیسی اساین کرده بتونه و نه از طریق MMC بالای سیستم های دیگه. و درس ما همیجا به پایان میرسه.